کابل شهر رویاهای و ایران. این شهر زیبا اکنون مورد تاخت و تاس و هجوم بیروی غاصبان، فاسدان، شهرکسازان، قاتلان و مردمان غیر بومی قرار گرفته، تا حدی که بافت اجتماعی و ساختار شهری آن از بین رفته است. هزاران خانه و ده ها شهرک بدون ماستر پلان و بدون معیارهای اساسی ساخته شدند. سیستم فاضلاب از بین رفته، مناطق سبز و زمین‌های اختصاص یافته برای پارک‌های تفریحی نیز توسط زورمندان غصب و به جای آن شهرک ساختند. این چالش‌ها دست به دست هم داده و کابل زیبا را به آلوده‌ترین و کثیف‌ترین شهر تبدیل کرده است. شهری که زمان آرامگاه، تفریحگاه، مرکز سیاسی، مرکز فرهنگی، اقتصادی و مرکز ثقل امپراتورها بود. زیبایی شهر کابل و فرهنگ مردمان اصیل کابلی چنان بالا بود که امپراتورهای بزرگ را وادار به تمکین میکرد. در طول تاریخ فاتحان بزرگ وقتی این شهر را فتح میکردند، تحت تأثیر زبان، فرهنگ و زندگی مردم کابل میرفتند و این شیوه و فرهنگ را در دیگر مناطق تحت امر خود گسترش میدادند. آب و هوای زیبا و بی‌نظیر کابل سبب شده تا هزاران سال قبل نخبگان دیگر به این شهر بیایند و زندگی کنند و کابلی شوند. بسیاری از این مردمان نخبگان هندی بودند که از هزاران سال قبل به کابل آمدند و در این شهر مسکن گزین شدند. از همین سبب شماری از کابلی های اصیل جلد تیره و زیبا دارند. در زمان ظاهرشاه و تا پایان حکومت داوود خان، شهر کابل هدف اصلی گردشگران خارجی بود. در آن زمان در تمام منطقه فقط 3 شهر زیبا مقصد اصلی گردشگران بودند: بیروت در لبنان، تهران در ایران و کابل در افغانستان. جشن‌ها و مسابقات ورزشی در این شهر برگزار می‌شد. زنان از آزادی‌های بیشتری برخوردار بودند. پوشش حجاب اختیاری بود و در قسمت آیین دین و دینداری کسی بالای کسی دیگر تعیین تکلیف نمی‌کرد. از انتحار، انفجار و کشتار خبری نبود. زندگی لذتی دیگر داشت. مردمان اصیل کابل از نیکوترین و مهربانترین مردمان افغانستان هستند. از همین رو شاهان ظالم حتی با شهریان کابل از در دوستی پیش می رفتند. لهجه شیرین کابلی از بهترین لهجه های زبان و ادبیات پارسی دری است. این جذبه و زیبایی باعث شده بود تا شاهان پشتون، ترک، کندو و دیگران زبان دری را زبان دربار و خانواده خود قرار دهند و حتی به زبان فارسی شعر سرایند. ای که گل رخسار کابل، الا ای کابلی رفتار کابل، الا ای کابلی رفتار کابل. کابل دارای شاعران، نویسندگان و هنرمندان بزرگ است. این شهر در زمان تیمورشاه فرزند احمدشاه بابا با عنوان پایتخت افغانستان برگزیده شد. پخت و پز غذاهای لذیذ از دیگر ویژگی های مردمان اصیل کابل هست. پس از سقوط حکومت دکتر نجیب، کابل دیگر تا امروز روز خوشی ندید. دار و ندار مردمانش تاراج شد، زیرساخت‌هایش ویران شد و مردمان اصیلش به اروپا و امریکا مهاجرت کردند. اکنون از عیاران و نخبگان کابل دیگر خبر نیست. به جای آن مافیا و افراد بی‌بندوبار شهر را پر کردند. این شهر هر از گاه شاهد انتحار و انفجار است. مردمان دیگر مناطق افغانستان به ویژه ولایات همجوار آن به این شهر هجوم آوردند. کابل شهری که گنجایش بیش از 1 میلیون را ندارد، اما اکنون بیش از 5 میلیون نفر در آن زندگی می کنند. خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش، که ناخون بر دل گل می زند مژگان هر خارش. رامش آرمان، افغانستان ژورنال. برای دیدن ویدیوهای من چینل یوتیوب افغانستان ژورنال را سابسکرایب کنید.